پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم لطف میکنه، بزرگواری میکنه، میفرماید نزدیکترین حالت انسان به پروردگار بزرگ زمانی هست که انسان در حال سجده کردن هست. هیچ جمله زیباتر از بسم الله الرحمن الرحیم نیست. هموطنان عزیز سلام، صبحتان بخیر. آرزو میکنم که خوب باشین، صحتمند باشین، صبح را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و یک صبح کاملا متفاوت از دیگر صبح ها داشته باشین. من امیدوار هستم صبح با ورزش آغاز کرده باشین، با آیات کلام الله آغاز کرده باشین و انشالله که یک هفته پر از خوشی، پر از دستاوردهای متفاوت و کاملا یک هفته خوب و خوش را برتان خواهان هستم که انشالله در پیش رو داشته باشین. شما بیننده برنامه بزرگ و زیبای گلبانگ از دریچه تلویزیون یک به طور مستقیم و زنده هستید و من خوشبختانه در این برنامه در خدمت شما هستم و خداوند متعال را هزار بار شکرگزار هستم که یک بار دیگر این فرصت را بر من داد تا در خدمت شما در برنامه گلبانگ باشم. امروز خوشبختانه در برنامه گلبانگ در بخش اول برنامه مهمان داریم و مهمان ما یک شخصیت بزرگوار، یک شخصیت وطن دوست، یک شخصیتی که تمام مردم افغانستان دوستشان داره و من نتونستم کلمات و یا جملاتی را در وصف این بزرگوار پیدا کنم که واقعا شایسته ایشان باشه. شخصیتی که تحت هر شرایط با هموطنان خود بود، دست وطندارای خود را گرفت، به فکر وطن بود و هیچ گاهی نخواست از وطن خارج شود. بله هموطنان عزیز، این شخصیت بزرگوار دکتر رمضان بشردوست است. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر. خیلی خوش هستم که امروز که در کنار شما هستم. علیکم سلام، به نام حق و به یاد فقرا و شهدا سلام به شما، به همکاران شما که در اینجا میبینیم حاضر هستند، افتخار ما هستند همچنین شما و سلام به همه بینندگان شما. بزرگواری شماست، لطف شماست، کدام کاری خاصی من نکردم که واقعا احساس کنم یا توقعی توصیف و تمجید داشته باشم. این بزرگواری شما و مردم افغانستان است و بعضی وقتا حرفای شما و دوستانی که من میشنوم در کوچه و بازار هموطنان عزیز تعجب میکنم که چرا سیاستمداران ما در طول تاریخ با این مردم جفا کردند. من که هیچ خدمت نکردم، یعنی در واقع کدام کاری برای ملت من نکردم. این ملت احترام داره، دوست داره. تصور کن که یک سیاستمدار برای این ملت واقعا خدمت کند، این ملت از فقر، بدبختی، گرسنگی، گدایی و امثال هم بکشد در منطقه یا در جهان، به عنوان کشوری مطرح، به عنوان کشوری با عزت، با قدرت که دیگران بترس ازش به جای این که یک سلی بزند و هر نام افغانی که شنیده شود در هر منطقه از دنیا یا پاسپورتش به عنوان با اعتبارترین پاسپورت دنیا باشد، این سیاستمدار اگر این خدمت به این مردم کند، شاید این مردم جان خود بگذار که جان حتی اولاد خودم قربانی شکنه. بله، حضورتان بخیر باشه دکتر صاحب. واقعا شما افتخار ما هستین، باعث افتخار ما هستین. خیلی تشکر که فرصت دادین آمدین به برنامه ما. صبح چگونه آغاز کردین دکتر صاحب؟ صبح با فکر شما آغاز کردیم، به خاطر که هفته گذشتم قرار بود که ما بیاییم. بله بله. بعد یک سوی تفاهم پیش آمد، من فکر کردم که از طرف شب است، 6:45 شب منظور شماست. هیچ وقت تصور نمی کردم که 6:45 صبح در برنامه باشیم، چون تقریبا این سه سال چهار سال میشه که از طرف صبح برنامه نداریم. معمولا به این فکر بودم، بعد همکار شما که زنگ زد من گفتم من آمادگی شب می گرفتم و محتروان من جای دورم زندگی میکند. بعد گفتن برای هفته آینده، گفتم 100% در خدمت هستم. بنابراین به این فکر بودم که به اصطلاح کلمه انگلیسی رو زیاد استفاده میکنم که برنامه رو میس نکنم، دوباره از دست ندم. خوشحال هستم. بخیر باشین دکتر صاحب، شما سلامت باشین. بدون شک که برنامه گلبانگ یکی از بزرگترین برنامه های صبحگاهی تلویزیون یک و یکی از بزرگترین برنامه ها در افغانستان است. مطمئن هستم تمام وطندارای ما دوست داره، محتویات برنامه ما رو دوست داره و بسیار کامنت بر ما ارسال کردن، پیام ارسال کردن و ما قسمی که در اول برنامه گفتم تمام مردم افغانستان شما را دوست داره. همون دلیل بر ما بیشتر کامنت دادن که دکتر صاحب را چی وقت شما دعوت میکنین و ما خوشبختانه که با پیامای شما لبیک گفتیم و دکتر صاحب هم با دعوت ما لبیک گفت و افتخار حضورشان را داریم. دکتر صاحب ورزش میکنین، ورزشکار هستین یا خیر؟ متاسفانه نه، ورزش به صورت که منظم باشد، با وقتش باشد و مقررات ورزشی که در تلویزیون یا در یوتیوب
بعضی ویدیوهایش میبینیم که چگونه باید ورزش کنید، چگونه آغاز کنید، باید چه حرکاتی داشته باشید و بعد از ورزش یک گلاس شیر هم باید استفاده شود. اینی چیزها را که ما میبینیم متاسفانه نتونستیم. غیر منظم بعضی وقتا ورزش میکنیم، اما با در خانه به سلام توب یک او دیگه کوچک داریم، یک توبک دارم با مو یک کمی حرکات چی میکنیم. اگر نی ورزش، بعضی از دکتر صاحبان میگن که اگر 20 دقیقه در روز پیاده روی کنی از بسیاری از امراض جلوگیری میشود. متاسفانه نی ورزش. پیاده روی دارین دکتر صاحب؟ پیاده روی هم ندارین؟ هیچ وقت. متاسفانه که بدبختی از نظر صحی است که هیچ وقت پیاده روی نداریم. ما از موتر پایین میشیم، مثلا میاییم در اینجا بین دروازه و استودیو تقریبا یک دقیقه وقت نمیگیره، بعد بیرون میشیم در پارلمان که بودیم عین چیز، پارلمان میرفتیم و میامدیم. یکی فکر میکنم از مشکلات صنعتی شدن کشورها، شهری شدن کشورها، هم مسئله انسان از وضع طبیعی بیرون شده. متاسفانه نه پیاده روی ندارم، هیچ گونه پیاده روی ندارم. دکتر صاحب، قبل از اینکه بریم طرف سوالات، ما میخوام از شما این رو بپرسم که دوست دارین شما را به چی نام صدا کنم؟ دکتر صاحب، بشر دوست صاحب، وطن دوست صاحب، یا هم وکیل صاحب اسبق پارلمان؟ کدام نام بیشتر شما دوست دارین؟ فعلا وظیفه‌ای که دارم تدریس میکنم در پوانتون، در یکی از پوانتون‌های خصوصی حقوق بشر که واقعا یک مضمون بسیار دلچسب و عالی و مسئله روزمره است تقریبا در افغانستان، در دنیا، در هر جای تدریس میکنم به عنوان یک استاد. و خودم خوش دارم که به عنوان بشر دوست، کسی که با من میگوید بشر دوست، هم کلمه دکتر رو میرسونه، هم نماینده پارلمان رو میرسونه، هم وزیر اسبق رو میرسونه. و می کلمه بسیار فکر میکنم بسیار با معنا و با مفهوم است. یک معنی عظیم داره کلمه. یعنی شانای ما فکر میکنم توانی کشیدن امیر اگه داشته باشن کلان افتخار است. ما بشر دوست صدا میکنم. بشر دوست افتخار ماست. از سوالات کلیشه ای میگذریم. مطمئن هستم در هر رسانه ای که شما دعوت میشین در مورد موضوعات سیاسی صحبت میکنین. اما ما میخوایم امروز در برنامه گلبان کاملا یک برنامه متفاوت با شما داشته باشیم، یک برنامه خودمانی داشته باشیم و حرف های ناگفته شما را که در هیچ رسانه ای نگفتین در برنامه ما و در رسانه ما بگوین. درست است؟ در خدمت هستم. بخیر باشین دکتر صاحب. البته بشر دوست صاحب، از اینجا آغاز میکنیم که بیشتر مصروف چه فعالیت های هستین در این روزا؟ قبل از این موضوع تقریبا یک دو سه روز پیش هم در تلویزیون شما دعوت بودیم و با دوستا که صحبت کردم یک خبر بسیار خوش من شنیدم که تلویزیون دوباره میخواهد که فعال شود. بله. فعالتر شود. بله. سر پای استاد شود و این یک خبر بسیار خوش است، به خاطر که تعداد زیادی از ژورنالیستان ما متاسفانه فعلا در وضع هم از نظر روحی، چون بیکاری یک مشکل تنها مالی نیست، مشکل روانی و مشکل روحی هم است. تعداد زیادی از همکاران ژورنالیستان متاسفانه فعلا بیکار هستند، از نظر اقتصادی در وضع بسیار بد قرار دارد. من صدا می کنم بالای وزارت اطلاعات و فرهنگ که نباید اینها را فراموش کند، چون اینها هیچ گونه مسئولیتی نه در آوردن آمریکا داشت و نه در بیرون رفتنش، نه در آوردن این و این یا کرزه داشت و نه در بیرون کردنش. اینها واقعا تا جایی که توانشان بودن، تا جایی که اختیارات داشتن خدمت کردن. امید است که نهادهایی که از نهادهای بین المللی خبرنگاران که قدرت مالی بسیار وسیع هم دارن اینها را فراموش نکنن، به خاطر که وقت مثلا یک روز من تیر می شدم یکی از هموطنان خبرنگارای بسیار مشهور دیدم که در سرک استاد بود و خوشبختانه خود یک تاکسی را نیمه کرد و کرایه گرفته بود. بسیاری از همکار هاست که این حالت هم ندارد. من امیدوار هستم که در این رابطه هم حکومت افغانستان و هم نهادهای بین المللی و هم نهادهایی که به نام خبرنگاران در اینجا وجود دارد اینها هم همکاری کند. من در پارلمان هم همیشه صدای خبرنگاران، چون در آن وقت تعداد رسانه ها ماشانه به وقت نمیداد، بیمه و تقاعد ناقش ما متاسفانه نداشتیم ندارینم، بنابراین صدا را در پارلمان در آن وقت هم میکشیدم. امروز مایی که پارلمان نیست، مایی که شما هست و خوشبختانه یک مایی که بیشتر فعال شده که مایی که شماست، تلویزیون یک است. امیدوار هستم که موفقیت های بسیار بزرگ داشته باشین. و امروز بیشترین مصروفیت من که دارم تدریس است.
اما طور که گفتم درس میدهم و دیگر مطالعه میکنم، چون در طی 20 سالی که من در افغانستان آمدم، که آمدیم در وزارت خارجه کار شروع کردیم، بعد به عنوان کارمند عادی بعضی فکر میکند که ما که در افغانستان آمدیم مستقیم در چوکی وزارت نشستیم، نه چنین نبود. ما در وزارت خارجه به عنوان کارمند بسیار عادی شروع کردیم کار را، بعد وزیر شدیم و بعد نماینده مردم شدیم. بعد در این زمان در پارلمان وقتی من نماینده بودم هم در سه چهار پانتون درسم میدادم در کابل. فرصت مطالعه هیچ نبود، وقتی مطالعه نداشتیم و یکی از عشقهایی که من دارم هم مطالعه است، بخصوص کتاب که لمس کنیم، کاغذی به اصطلاح. در انترنت چندان لذت میخوانم، متا چندان لذت نمیبرم. خوبی امروز این است که انترنت در واقع کتابخانه دنیاست. شما هر این کتابی که خواسته باشین، بخصوص به زبانهای زنده مثل انگلیسی، فرانسوی، به عنوان مثال، یا اسپانیوی، آلمانی، فقط کافیست که نامش نوشته کنید، فورا در اختیار شما قرار میدم، میتوانید بخوانید. مطالعه و تدریس کمک ها را، چون شما در جریان هستید که تقریبا بیش از اول کمک ها را از وزارت پلان شروع کردیم، از ماش خود کلی ماش خود کمک میکردیم. بعد در پارلمان تا زمانی که مجرد بودیم 90% ماش خود کمک میکردیم، بعد متأهل شدیم، یک مقداری برای فامیل و یک مقداری کمک. فعلا هم هموطنایی که دیدن ماش خود کمک میکنیم، و آنها هم کمک ارسال کردن، ارسال میکنن $100 $200. ما به افراد مستحق میرسانیم، یک ویدیو میگیریم به خاطر شفافیت. بعضی از هموطنان انتخاب داشتن، فعلا فکر کنم امارات هم یک مشکل داره که فکر میکنه که یک ریا نیست. گفتم به نظر من ریا نیست، چون پولی من نیست. مثلا پول شماست، شما به من ارسال کردین، حق دارین که بفهمین که واقعا پول من دادم یا در جیب خود گذاشتم. 100%. و دیگر اگه پول من توزیع کردم بر اساس قوم توزیع شد، بر اساس مذهب، زبان، تنظیم. چون در افغانستان تمامی بدبختی ها متاسفانه هست که کمک ها میگه بیشتر به خویشاوندان و قوم و مذهب و تنظیم و منطقی خود میرسانند. و دیگر شفافیت در کشور ما بسیار کم بوده و بسیار کم است، و به خاطر است که ما میشه در فیسبوک و یوتیوب خود منتشر میکنیم و لینکش مثلا برای شما کمک ارسال کردیم روان میکنیم که مطمئن شوین، یا بعضی هموطنان است که از فامیلشان جمع میکنن، مثلا از شما، مثلا از فامیل خود جمع کردین، از دوستان خود جمع کردین، روان کردین به بشر دوست، و دوستان به شما اعتماد کرده، شما به من اعتماد کردین. هر وقت که دوستان میبینین ممکنه سوال نکنن، اما با نگاه خود پرسان میکنن که پول ما رسید نرسید، شما را ارسال کردین نکردین، اگر ارسال کردید بشر دوست توزیع کرد نکرد، به کی داد. بنابراین فکر میکنم که یکی از اصول جامعه سالم هم شفافیت و حسابدهی است. دم دو وظیفه را در طی 20 سال داشتیم، فعلا بیشتر مشغولی می تدریس بیشتر. بشر دوست یعنی پروسی توزیع کمک ها کاملا شفاف است، و آیا بنیاد خیریه دارین یا خیر؟ بنیاد خیریه را در حال تمدید هستیم، میخواییم تمدید کنیم. بسیار خوب. بنیاد خیریه بشر دوست داشتیم، مردم بیشتر به اعتمادی که دارن بالای نام من دارن. و مسئله بنیاد و امثال هم من زیاد طرفدارش هم نیستم، به خاطر که یک نام مصرف لازم داره، باید دفتر داشته باشی، باید منشی داشته باشی، باید چی داشته باشی. چون من در تایم 20 سال خودم پول از دست خود توزیع میکنم، بالا هیچ کسی اعتماد نداریم، همکاری من ویدیو میگیره، کدام مثلا $100 کس روان میکنه، همین $100 توزیع میشه، ما $1 به عنوان مصرفی تیل و مصرفی منشی و ایدیت و فیلم برداری و امثال هم نمیگیریم. اما خوشبختانه که در طی 20 سال اعتماد مردم نه تنها کمتر نشده، بلکه اعتمادشان بیشتر شده. بله. بشر دوست صاحب، وضعیت مردم چگونه است؟ شما در بین مردم هستین، از وضعیت از اونا بهتر شما میدانین و درک میکنین اونا را. چگونه است وضعیت مردم در شرایط امروزی، و دولت باید چیکار کنه؟ دولت در راستای ای که فقر را از بین ببره، هو دست هموطنان ما که زیر خط فقر زندگی میکنن، مسئولیت یک دولت چی است؟ نقطه اول این است دکتر صاحب که وقت کم است. آمارهایی که از طرف نهادهای بین المللی منتشر می شوند فاجعه آمیز است، و حکومتی امارت اول منکر می شود، بعضی مقامات فعلا می پذیرند که وضع اقتصادی مردم خراب است، و از جامعه بین المللی درخواست کمک می کنند.
متها من به یقین هستم که خداوند چیزی که با ما داده، ما کاسه گدایی را در یک سال دو سال باید قطع کنیم، به شرطی که ما یک پالیسی استراتژی اقتصادی تولیدی و زراعتی داشته باشیم. من به یقین بودم و هستم که اگر یک سال بالای زراعت ما کار شود، ما حتی لازم نیست که ما اگر میگیم پولی بند نداریم، پولی کانال نداریم، با میلیون ها افغانی که بیکار است به دست اینا یک سطل که بدهی، باید آب از دریا بیاری، از کانال بیاری، زمینی که خشک است باید کشت کنی. فکر میکنم ما با آبی که خداوند به ما داده 70 میلیارد متر مکعب آب داریم، 60 میلیارد شیران میره پاکستان، میرود آسیای مرکزی، 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم، 2 میلیونش نیمچه کشت میکنیم، 8 میلیونش همیت بایی رو خشک میماند. ما اگر 5 میلیون هکتار زمین خود کشت کنیم، از 70 میلیارد متر مکعب ما 50ش 30ش در داخل دار بدیم. من به یقین هستم که 40 میلیون افغان ما مجانی گوشت میدهیم، مجانی میوه میدهیم، مجانی فعلا ما 2.6 میلیون 2.6 اگه اشتباه نکنم میلیون تون، اگر اشتباه نکنم ما تولید گندم داریم 3.6 نیاز داریم، در حال دی ما حتی از هند گدایی میکنیم که گندم وارد کنیم. صنعت ما باید به صورتی مسلکی شفاف در رقابتی که تمام شرکت های بین المللی شرکت کنند استخراج کنیم. تنها خط تنها آهن یا جگه که اگر ما منطقی مسلکی با شفافیت استخراج کنیم، کلی بودجه عادی و انکشافی افغانستان به عهده میگیرد. فکر میکنم امکانات زیاد داریم. ما اول باید یک حکومت مسلکی بسازیم، حکومتی که چند وزیر ما نیاز داریم. ما 23 وزیر یا 20 وزیر نیاز نداریم. ما آمریکا نیستیم، ما ژاپن نیستیم، حتی آمریکا همه بیوگراسی اینو چیز دار از بین بردن که ساختن. ما تحقیق کنیم که چند وزارتخانه نیاز داریم. فکر میکنم 10-12 تا بیشتر نیاز نداشته باشیم. این 10 وزارتخانه را بسازیم با صلاحیت آموتام و با مسئولیت آموتام، و در رأس هر وزارت ما یک فرد متخصص، متقی، متعهد، خدا کند که از هر قوم باشد، زن باشد، مرد باشد، از پشت خدا کند کلی کابینه ما پشتون باشد، خدا کند کلیش پشه‌ای باشد، خدا کند کلیش از عرب باشد، متها خادم باشد، تقوا داشته باشد، تخصص داشته باشد، تجربه کاری داشته باشد. بعد پالیسی اقتصادی رو ما باید تغییر بدیم. پالیسی اقتصادی ما از 2002 در توکیو تصویب شد توسط جامعه بین المللی، گفتن از افغانستان کشوری ترانزیتی بسازیم. فعلا هم پالیسی امارت، پالیسی اقتصادی امارت با پالیسی اقتصادی جمهوریت یکی است، کاپیش است، در همان راه روان هستند. من میخواهیم که از افغانستان ما یک کشور تولیدی، زراعتی و صنعتی بسازیم، نه یک کشور ترانزیتی، مصرف کننده و آشغالدانی کشورهای دیگر. امروز ما طرف خود، مثلا طرف خود من نگاه میکنم، هیچ چیزی من از ما نیست، کلش واردات است. به عنوان مثال ما تمام امکانات داریم که افغانستان یک روز با قدرت ترین، با عزت ترین، با کرامت ترین که نه تنها خودش گدایی کنه، بلکه بداها و هزاران نفر دیگر در خارج نان بدهد. این پروژه هایی که بشه دوست فعلا جریان داره و در حال کار کردن است، امارات بالایش، این پروژه ها از جمهوریت بود یا خیر؟ تمام پروژه هایی که فعلا جریان دارد روی کاغذ نه تنها از جمهوریت، که از داوود خان بود تقریبا. مثلا قشتیپه که خبر بسیار عالی است، من قشتیپه نان گذاشتم به اندازه که وقت کارش ملا برادر رئیسی معاون سیاسی، معاون اقتصادی رئیس الوزرا شروع کرد، من به اندازه احساس خوشبختی کردم که قشتیپه نامش گذاشتم. چون این پروژه اگر باخیر اگر برسد باخیر، چون بدبختی ما است که همیشه روی کاغذ پروژه میماند. فعلا فاز اولش تکمیل شده، فاز دومش گفتن شروع کردن یا میکنن. این پروژه در 1352-53 از زمان داوود خان است. من در یکی از رسانه ها مصاحبه داشتم، گفته بودم که از زمان جمهوریت عین القین است. یکی از دوستان از خارج به من زنگ زد، به من گفت بشار دوست نی از داوود خان نیست. من گفتم که اولی هر چیز ما به داوود خان نسبت میدیم، شاید نباشد. و خوشبختانه او هم روزنامه را، روزنامه امروز برای من
روان کرد که برنامه می پروژه را داشتن. پروژه های بدبختی داوودخان، بدبختی داوودخان هم بعضی کسا می گوید که وقت نداشت، فکر می کنم بدبختی داوودخان هم این بود که نتونست عملی کند، بیشتر پروژه ها روی کاغذ ماند، بیشتر در سیاست و در زد و بند و در این چیزا مشغول شدن. جمهوریت که متاسفانه یک پروژه را سه بار افتتاح می کرد و هیچ وقت عملی نمی شد. متاسفانه اینا پروژه را عملی کردن. متا یک چیزی که روز من دیدم در یکی از نقاط کابل، یک سرگ امارت ساخته سه ماه بعد تخریب شده و من گفتم اگر این کار امارت اگر اجراوی کار نگیرم، مردم میگه خدا کفنکش سابقه ببخشه، به خاطر که جمهوریت ساخته بود در گلایی دواخانه در شش ماه تخریب شده بود. اما از این فکرم سه چهار ماه چی نشد. بنابراین امارت باید بسیار متوجه باشد که تمام شرکت هایی که باش کار میکنن شرکت های امارت جمهوریت است، شرکت های واقعا مسلکی نیست، فاسد هستند، باید یک نظارت دقیق شود. امیدوارم کارای ساخته شود که سرک ساخته شود که 60 سال کار بدهد، 50 سال کار بدهد. من وقتی وزیر پلان بودم، سفیر ژاپن دو زمان کمک کرده بود، یک مکتب ساخته بود. او مکتب هم کلکینش درست نبود و اما دروازهش وقتی باز میکردی او صدا میدادم سال هم. من صحبت کردم با در زمان با سفیر ژاپن، گفت که ما یک کمی کیفیت زیاد توجه نمی کنیم، کمیت توجه می کنیم. با من گفت وزیر صاحب بابا اگر چیزای شما می گوین ما یک مکتب می تونیم بسازیم، اما این مکتبی که ما می خواهیم به جای یک سه چهار تا می سازیم. من گفتم نه، شما باید برای افغانستان مکتبی بسازین که 50 سال 60 سال دوام کنه، چون ما بودجه دیگه نداریم که ما ور ترمیم کنیم فلان کنیم. شما که امکانات زیاد دارین، فعلا هم امارت امیدوار هستم که در اقتصاد تمرکز کند، اقتصادی تجارت محور رها شود، اقتصادی تولید محور زراعتی و صنعتی روی کار شود، زمین ها زیر کشت گرفته شود، فابریکای متوسط مثلا بوت سازی. ما بوت یاهو داشتیم، بهترین بوت دنیا بود. ما دوا تولید میکرد در افغانستان. من خوب یادم است که در افغانستان من وقت قبل از هجرت لباسی که میپوشیدم تکی ساخت وطن بود، اما امروز ساخت کشورهای خارجی است، ساخت از هر جایی باشد خارجی است. بنابراین حتی چند روز پیش من درس میدادم، با شاگردای خود صحبت میکردم که یک مسئله مطرح است که از نظر شرعی ما وقتی مثلا کالای کافر تکی کافر در جان ماست نماز، یعنی یکی سوال مطرح میشه به عنوان مثال. امیدوار هستم که امارت توجه کند به فابریکای متوسط، کار تولید کند. وقتی کار به وجود نیاد جوانای ما از بیکاری رنج میبرد، بسیار کسایی که خارج میرود. فکر میکنم که در اینجا اگر این کار داشته باشد، موتر داشته باشد، یخچال داشته باشد، برق داشته باشد، بتواند. اون کسایی که مثلا با من صحبت میکنند 5-6 سال است که نامزد هستن، نمیتونن. من میگم شکر شما خود یک قدم گذاشتین نامزد شدین با میلیون هاست که اما نامزد شدن توانش ندارن. بنابراین اگر امارت به اقتصاد توجه کنه، کشوری که کاسه گدایی داشته باشد هیچ وقت مستقل نیست، کشوری کاسه گدایی دراز کند او را هیچ وقت با عزت و کسی کشورهای دیگه نمیبیند، میگوید خب گداست، از ما گدایی میکند. فکر میکنم که وظیفه امارت یک چانس بسیار طلایی دارد که یک حکومتی فعلا یک دست دارد. مجاهدین اینها که من میبینم در سرک و کوچه که من میشناسن صحبت میکنن، انگیزه دارن و عقیده دارن، میخواید که برای این کشور کار کند. امیدوار هستم که سران امارت فاسد نشود، زندگی لوکس آنها را از مجاهدینشان جدا نکند. اگر امارت که امروز تسلط کامل دارد، امنیت که بنیادی اساسی اقتصاد امنیت است، اگر امنیت نباشد اقتصاد هیچ ممکن نیست. مثلا شما 10 میلیون سرمایه گذاری میکنین، یک فابریکه را میسازین، یک راکت 10 ثانیه از بین می رود. هیچ سرمایه دار حاضر نیست که سرمایه داری کند در کشور که امنیت نیست. اینا امنیت آوردن، امیدوارم تنگتر کند. فقط یک حکومت مسلکی بسازن، افراد مسلکی با تقوا و با تخصص. تقوا بدون تخصص خطرناک است و تخصص بدون تقوا خطرناکتر است از دید من. اردو باید باشد تا از امکاناتی که خداوند با ما داده استفاده شود. امکاناتی که افغانستان دارد هیچ کشوری دنیا ندارد. بنابراین من امیدوار هستم که امارت یک چانس طلایی
دارد که چانس طلایی را از دست ندهد. اگر این چانس طلایی را از دست بدهد هم خودش بدبخت می شود، مثل که سیاسیون دور جمهوریت امروز آواره است، ولو پادشاه باشد ولو طلا بخورد به اصطلاح در آمریکا، یک پناهنده است، یک مهاجر است، یک آواره است. هم ملت از این حالت بکشند، چون بعضی مردم متاسفانه از نظر اقتصادی خراب است. خیلی خراب است، بله. امیدوار هستیم که یک روز این چالش ها و مشکلات که در داخل افغانستان است حل شود. امیدوار هستیم که صحبت های شخص شما را بشار دوست صاحب شنیده باشم مسئولین و اقدامی صورت بگیره در این راستا. بشار دوست صاحب، در لابلای صحبت هایتان از جوانان یاد کردین. به نظر شما چقدر جوانان در شرایط امروزی شور و شوق و علاقه به درس خواندن دارند؟ چقدر حب وطن دوستی در وجودشان است؟ متاسفانه تا جایی که من میبینم، متاسفانه امید جوانان بسیار کم شده، انگیزیشان کم میشود، به خاطری که وضع کشور را که میبینن، تحولاتی که میبینن و این که تعداد زیادشان، پدرانشان، مادرانشان که کار میکرد کار از دست دادن، امروز متاسفانه توان پرداختن فیس در یک پانتون ندارن تعداد زیادشان، و تعداد زیادشان به یقید است که این کشور ساخته نمی شود. ما با بعضشان که صحبت میکنیم در توی تایم سالها میگوید بنیادی کشور خراب گذاشته شده. من همیشه برایشان میگویم که بنیادی هیچ کشور درست ساخته نشده. یعنی تاریخ فرانسه را که ما ببینیم یا تاریخ آمریکا را، مثلا 300 سال قبل آمریکا، 300 سال قبل آمریکا، آمریکا نبود، آمریکا یک مستعمره بود، اما ساختن جوانانشان، کهنسالانشان، زنشان، مردشان دست به دست ساختن امروز آمریکا را، کشور ساختن که بیش از نصف از دنیا را اداره میکنه تقریبا. یا در فرانسه یک فیلم مستند من چند وقت پیش دیدم از سوئیس، قلبه میکرد، سه چهار قرن پیش گاو وجود نداشت که قلبه را بکشد، مردا میکشید، سه قرن پیش بود. اما نخبگانشان امروز سوئیس کشوری ساخته که هیچ قابل تصور نیست. بنابراین فکر میکنم که ما هم میتونیم کشور خود خوبتر، بهتر، آبادتر، آزادتر، مستقلتر بسازیم و حتی کشوری که در منطقه حرف اول بزند و در دنیا چون امکاناتی که خداوند به ما داده به هیچ کشوری نداده. من به جوانان میگویم که در غرب هم پول از آسمان نمیبارد، زندگی غرب هم و معنویت ندارد، او محبت ندارد و عشق به وطن باید به ما یه انگیزه را بدهد که بسازیم کشور خود، ولو که مدت میسوزیم، ما باید یک مدت بسوزیم تا کشور را بسازیم، در آن وقت نواسه ما، بچه های ما بتانند یک زندگی سرفراز و آباد و بایزت داشته باشند. خیلی تشکر بشار دوست، سلامت باشین، نزدیک به برنامه ما آمدین. فقط یک سوال دیگر که یکی از هموطنان ما بر ما فرستادن و خواستن که ما از شما ایره بپرسیم، و اونا گفتن که از بشار دوست بپرسین که تا حال به جای از افغانستان یا به منطقی از افغانستان رفتین که شما رو کس نشناسه؟ نه، در هر جایی که رفتیم من رو میشناسد، اما بعض وقت تعجب من میکنم که بعضی طالبا نه تنها نمیشناسند، این یک درصدشان، تعداد 99 درصد طالبان در سرک کوچکی میبینه، چون با مقاماتش من رفت آمد ندارم، مثل که با مقامات جمهوریت رفت آمد نداشتم. 99 درصد طالبان به اندازه میشناسند که بعضش که در آغوش میگیرد ایج ایلو نمیکند، رها نمیکند، متای یکان توش میبینم که نه تنها نمیشناسند، بلکه همکار طالب دیگهش که برش میگه این بشر دوست است، سر خود تکان میده، میگه کیست؟ تعجب میکنم بعضشان. و اما اکثریتشان، اما احترامی که نیروهای امنیتی جمهوریت با ما داشت اینا هم دارن، در پوسته در جایی که میبینن محترم سلام علیکی میکنیم، بغل کشی میکنیم، چای پیشنهاد میکنن، اما بعضشان من تعجب میکنم که هیچ نشنیدن، هیچ نام نختن نمیشناسن. وقتی طالب همکارش میگه دا بشر دوست ده، سوخته. خیلی تشکر بشار دوست، واقعا جای افتخار ما هستین و باید از شما را مردم قدر عزت شما را بدانند، و مطمئن هستم کسانی که به وطن خدمت کردند، کسانی که دست هموطنان خود را میگیرند تحت هر شرایط و از افغانستان بیرون نمیشن و به فکر وطن و فکر مردم خود هستند، بدون شک قدر او ایده از شخصیت های بزرگوار تمام مردم افغانستان، تمام مردم که واقعا درک دارن میدانن. و خیلی تشکر شما که به برنامه ما آمدید. افتخار بخشیده.
حرف و پیام اگر داشته باشین در لحظات پایانی بخش اول کمری ما در اختیارتان است. بزرگوار هستین، وقت زیاد نمیگیرم چون مهمانای دیگر هم دارین. من فکر میکنم ما به جایی که افغانای شعاری باشیم بیاییم افغانای شعوری شویم، به جایی که مسلمانان شعاری باشیم بیاییم که مسلمانان شعوری شویم، به جایی که انسانان شعاری باشیم بیاییم انسانان شعوری شویم. ما اگر شعوری افغان شویم، شعوری انسان شویم، شعوری مسلمان شویم، فکر میکنم که کشور ما شاید در 10 سال بعد یکی از بزرگترین کشور دنیا، بایزدترین کشور دنیا، آرامترین کشور دنیا، آبادترین کشور دنیا باشد. بخاطری که من تکرار میکنم، افغانستان نیویورک تایمز نام دیگر افغانستان عربستان لیتیوم گذاشته، یعنی لیتیوم ما بندازی سرشار غنی زیاد است که اگر ما از این درست استفاده کنیم، مثل که عربستان تل سرپای استاد کرد، تنها لیتیوم ما رو سرپای استاد میکنه. فرانسه یا آمریکا یا عربستان یا ایران 2% امکاناتی که خدا به ما داده اونا رو نداده، اما متاسفانه ما اکثر روی گنجینه استیلا هستیم اما با شکم گریسنه. هیچ وقت ناامید نشویم، چون در اسلام ناامیدی گناه است. ما همیشه باید در اندازه توان خود خدمت کنیم. اگر واقعا میگوییم وطن مادر است، وطن ناموس است، نباید ناموس وطن خود ما رها کنیم و به تفاوت در مقابلش باشیم. خیلی تشکر باشید. تشکر شما. سلامت باشید شما. افتخاری ماست. همتنان عزیز تشکر میکنم از شما که بیننده بخش اول برنامه هستید. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم، زود برمیگردیم.